به نام پروردگار بینیاز سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده خوب تلویزیون آریانا، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. سلیم مقیمی هستم و در خدمت شما. این روزها با شیوع ویروس کرونا در سرتاسر دنیا مردم شدیداً به لوازم بهداشتی نیاز دارند. یکی از او جمله مواد شوینده هست، به شمول مایع دستشویی، صابون، مایع ظرفشویی و خیلی از ضد عفونی کننده ها و موادی که برای شستشو و پاکسازی بر صورت استفاده میشه. آمدیم به این بخش که در حال تولید مواد بهداشتی هستم، از جمله مواد شوینده که مایع دستشویی بکنم اینجا تولید میکنم که ممکنه تا حالا ندیده باشیم که چگونه تولید میشه. و امروز آمدیم به خودمون شرکت و کمپانی در شرک صنعتی هرات و میبینیم که چگونه بر صورت تولید میشه. چون من نمیفهمم چگونه تولید میشه، میایم بیشتر پرسان میکنیم از مسئول اینجا و با اونا صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر، معرفی داشته باشیم. سلام، عاقبت بخیر. سلام خدمت شما بیننده‌های محترم شما. من جاوید نظامی هستم، یک از مسئولان بخش تولید شرکت کیمیاگران ایره. آقای نظامی، در مورد ازی بگیم که چند وقت پیش این شرکت صنعتی را ایجاد کردیم و چه اشیایی را تولید میکنیم؟ حدوداً 2 سال میشه که این شرکت به فعالیت آغاز کرده و مواد شوینده از قبیل مایع ظرفشویی، مایع دستشویی و شیشه پاکن تولید میکنه. بسیار خوب. اجناس و مواد خام از این از کجا میاییم؟ خود کشور تولید میشه یا از خارج میاییم؟ متاسفانه یک از مشکلات بزرگ ما اینه که ما مواد خام را از بیرون وارد میکنیم. اگرچه ما امو ظرفیت داریم که همینج مواد خام پر تولید کنیم و بنابر مشکلات اقتصادی و عدم حمایت دولت، ما مجبوریم که مواد خام را از بیرون از کشور بیاریم که از کشور چین، دبی و ایران و ترکیه معمولا وارد میکنیم. تولیدات شما روزانه چقدر هست و به کدام ولایت ها افغانستان صادر میشه اینا؟ تولیدات ما در حدی است که ما یک مقدار انبوی از نیازهای جامعه مرفوع بسازیم، ولی متاسفانه نظر به فرهنگ کمی که متاسفانه مردم دارن و به بهداشت خود زیاد توجه ندارن و بازار خیلی گرم میه و ما به اکثر ولایت‌ها افغانستان از جمله کابل، مزار شریف، بدخشان، ولایت‌های جنوبی و اکثر ولایات ما نمایندگی رسمی داریم و جنس‌های خود در اینجا صادر می‌کنیم. چقدر کارمند اینجا کار می‌کنند؟ در حدود 15 تا 20 نفر. بسیار خوب. یعنی کارآفرینی هم شده به نوعی؟ کارآفرینی هست، ولی ما امیدواریم که خیلی بیشتر از این بشه در آینده. بهترین محصولی که شما تولید میکنیم چی هست؟ میشه که بیننده هامون ببینیم، نشون بدیم. محصولات ما که همه از نظر ما خوبه و ما مطمئن هستیم که حرف میزنیم، در بازار مردم زیاد استقبال کردن از این محصول و همه محصولایی که ما تولید میکنیم از کیفیت بالایی برخوردار. و اخیرا خب با انتشار ویروس کرونا فکر کنم بازارا بیتر هم بشده و مردم نگران از این بودن که مبادا قیمتا بالا بره و یا بعضیا احتکار بکنن. پیام شما چیه برای کسایی که بر صورت دست به احتکار و سودجویی میزنن؟ بله، ما 2 خواسته مشخص از دولت داریم. یکی که در حصه وارد کردن مواد خام با همچین شرکت‌های همکاری لازم را انجام بده و کسایی که احتکار میکنند و یا گران فروشی میکنند به اونا هم برخورد جدی صورت بگیره که نشه که کیفیت فدای رقابت بشه یا فدای مادیات بشه. بسیار عالی. در مورد ازی بگیم که فرهنگ استفاده چقدر زیاد شده، مثلا مایع دستشویی آیا حالا جایگزین صابون بشده یا نه و مردم چگونه استفاده میکنن؟ حالا تا حدی که جایگزین صابون تا فعلا نشده، ولی با شویی بیماری کرونا فروش فرق کرده، مردم زیاد تقاضا میکنن و به اواخر فروشات بیشتر شده. بسیار عالی. خود شما احتکار طالبه کردین؟ خوشبختانه نه و همچین قصدی هم نداره. خدا رو شکر. انشالله که همیشه موفق باشیم و حمایت بکنیم، بیایم تولیدات داخلی خودت هایی که افغانستان عزیز ما سرپای خود استاد بشه و ما اقتصاد شکوفایی داشته باشیم. تشکر از شما. تشکر ممنون. از شما. موفق باشیم. خود چند تا از دوستایی هم که اینجا بسته‌بندی میکنم و کار میکنم هم کلام بشیم و ببینیم که چگونه بسته‌بندی میکنم. سلام، خوبین؟ سلام، خوب هستین؟ سلامتی. اسم شما؟
سید جلیل آقا. جلیل آقا مسئولیت بسته‌بندی شما دارین فکر کنم. بله مسئولیت با کیفیت چیز خوب بسیار است. چند سال میشه اینجا کار میکنه؟ 6 سال. در مورد ازی بگین که چند ماش میگیرین؟ ماش 10000. زندگی میچرخه؟ الحمدلله خدا شکر. از اینکه به وطن خود خود کار میکنیم، برای خود خود کار میکنیم، در یک کمپنیه که از هموطن و همشهری خودشمونه، چی حسی داریم و فکر میکنیم؟ کار خوبی رزی هم از خداوند. و اینکه پیشنهاد شما چیه؟ چقدر نیازه که این تولیدی که شما به دستان مبارک خواه انجام میدیم از اینا استفاده بشه و مردم ما بیایم از این محصولات وطنی استفاده کنیم؟ خیلی کیفیت خوب داره، بسیار کار خوبیه، کشور خودمونه، وطن خودمون است، افتخار میکنم. لطف دارم. ممنون. خب تشکر از همه دوستا. چند بخش را برای شما نشان بدم. اینا مواد خامی هست که به صورت برای مواد شوینده اینجا ذخیره میشه و میبینیم که معمولهای مختلف گذاشته هست و طی مراحل مختلفی داره تهیه و تولید مواد شوینده که فکر کنم به داخل اونا میره، بعد میای داخل دستگاه، بعد از اینکه پخته بشه میای به مرحله بسته‌بندی و این طرف‌تر هم که میبینیم بسته های مواد شوینده هست یا قوطی های مواد شوینده هست که در این بخش دیگر جایی است که محصولات پروسس شده، آماده شده، تولید شده و آماده صادر کردن میباشه به نقاط مختلف افغانستان و خوشبختانه امیدوار کننده هست. وقتی اینا را آدم میبینه ای که کشور ما انشالله در حال ساخت هست و افغانستان ما میتونه رشد بکنه، کافیه که امنیت داشته باشیم، ثبات داشته باشیم و درگیری های سیاسی ما کمتر بشه تا ای که ما بتونیم به سر پای خود ایستاد بشیم و دیگر از یک کشور مصرفی بیایم به یک کشور تولید کننده و وابسته نباشیم به لحاظ اقتصادی به سایر کشورها. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. بریم کامنت در یوتیوب بگذاریم و دیدگاه خود شریک بسازیم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.